سلام چطوری بچه ها محمد شالی هستم خیلی خوش اومدیم به ورکشاپ 15 هم از پکیج دیاگرام و در واقع جلسه 29 هم بریم سراغ آموزش هرچی سریع تر و دیگه وقت تلف نکنیم فقط آخرش حواستون باشه که دکمه را حتما کلیک بکنید و زنگول بغلش رو حتما فعال بکنید که هر موقع ویدیوی جدید در واقع براتون آپلود شد براتون یه نوتیفیکیشن میاد که اولین نفر باشید که بتونید بیایید در واقع اون ویدیو رو نگاه بکنید بریم سراغ آموزش <متصفح> 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 خب بچا این جلسه میخوایم یکم در مورد فونت صحبت بکنیم و اصلا ببینیم فونت چیه و در واقع توی کار معماری به چه دردی میخوره در واقع توی کار ما به چه دردی میخوره و توی دیاگرام و کارهای دیگه البته جلسه قبل صحبت کرده بودم در فونت و استفادهش و چند تا فونت معروف هم معرفی کرده بودم که توی کاراتون استفاده بکنید که حالا بازم توی این جلسه من معرفی میکنم براتون بچه فونت کلا خیلی میتونه تاثیر داشته باشه داخل کارمون یعنی چی؟ یعنی حتی میتونه یه لوگو باشه میتونه یه طراحی جلدمون از فونت استفاده بشه نمیدونم حتی اسممون میتونه به صورت یه فونت در واقع اسممون میتونه در واقع مثل یه فونت باشه که هم لوگومون باشه و هم اسم ما رو برسونه و خیلی کارهای دیگه که اصلا اینجا کاملا شما میبینید که کامل اینجا در واقع یه سری اطلاعات هست دربارش. مثلا شما مثلا یه سری فونت ها رو مثلا نمیتونید بیاید داخل کارتون استفاده بکنید مثلا این جور فونت ها میبینید زیاد با اون صورت خانایی نداره مثلا توی شیت های معماری نمیتونید بیاید از این فونت استفاده بکنید مثلا از این فونت ها نمیتونید بیاید استفاده بکنید در واقع فونت باید جوری باشه که اون خانایی داشته باشه و مثلا یه فونتی مثلا مثل فونت مثلا نستعلیق خب 100 درصد استفاده نمیشه دیگه مثلا همین فونتی که هستش فونت نستعلی خب صد درصد هر کسی خب نمیاد داخل شیت های معماری و کارهایی که مربوط به دیاگرام یا مربوط به پورتفولیو هستش و در واقع خودش رو میخواد معرفی بکنه نمیاد معمولا از این فونت استفاده میکنه پس سعی کنید که فونتهایی که در واقع به صورت تزئینی یعنی اینکه خانایش یکم سخت. سخته مثلا مثل این می بینید سخت واقعا خوندنش برای اون شخص خب برای همین خب صد درصد از این فونت ها استفاده نمی ولی خب فوق فونت‌های های زیبایی هستن و خیلی جاها استفاده میشه ولی خب داخل کار ما نه مثلا ببینید همچین فونت هایی واقعا فونت های خیلی خوبی که اینجا روما نوشته و فوق تو کارمون میتونن تاثیر بذارن مثلا همینجا یه سری تایپوگرافی هستش که فوق العاده تایپوگرافی های خیلی جالبی هستن و نکنید کامل خانان مدرن نمیدونم خیلی چیزهای مختلف و اون سادگی و اون چیزی که ما میخوایم داره نکنید همون تکست گرام بود که بهتون توضیح دادم دقیقا همینه و اومده در واقع از فونت استفاده کرده برای طراحی تو ساختمون چیه یعنی در واقع همه چی رو اومده استفاده کرده توی کاراش و به نظر من خیلی فوق العاده است و به نظر من خیلی از این نمونه ها نگاه بکنید که واقعا تو کاراتون میتونه تاثیر داشته باشه و بچه ها ما معمولا یا فونت رو به صورت آماده استفاده میکنیم مثلا میایم داخل فتوشاپ خود اون فونت رو بر واقع آماده است فقط می نویسیم. ما یا میایم فونت رو طراحی میکنیم مثلا چه جوری فونت مثلا طراحی میشه یعنی چجوری یعنی مثل مثلا تو کاور فیلم ها مثلا توی کاور فیلم ها مثلا اینجا عکس های بعدی نداشته باشه م... مثلا اه... یه سری مثلا کا... این کاورش رو میبینید این فونت در واقع اومده برای ما این طراحی کرده نسبت به اون اه... فیلم... فیلم نامه و اون موضوع فیلم در واقع اون فونت نوشته شده مثلا مثلا اسپایدرمن فکر کنم یه فیلمی که حالا جدیدم هستش اینجا حالا پیداش نمیکنم مثلا انتمن میبینید اینا برای خودشون یه فونت های خاصی دارن و نسبت به اون شخصیت و نسبت به اون فیلم استفاده میشه ببین مثلا اسپایدرمن میبینید هر کدومشون اینا فونت هایی هستن که طراحی میشه و مخصوص به اون فیلمه و در واقع میاد یه قسمتی از فیلم رو روایت بکنه مثلا توی فیلم های ترسناک خیلی این فونت ها میتونه تاثیر داشته باشه و واقعا بذاری من یه سری من براتون بیارم مثلا بچه ببینید مثلا کاوره مثلا این فیلم میبینید این فونتش کامل اومده در واقع طراحی شده در واقع فونت طراحی شده برای این فیلم و کامل اون حس ترس رو به اون مخاطب و اون کاورش هم میده مثلا ببینید دکانجورینگ هم همین همینطور اون حس ترس رو در واقع داره و کامل روی اون بیننده میتونه تاثیرش رو در واقع داشته باشه مثلا ببینید همچین فونت واقعا خب اون حس ترس خوب دارن دیگه و خیلی میتونن تو روی اون شخص اون تاثیر کاملش رو بذارن ولی خب ما از اون فونت ها استفاده نمی کنیم و در واقع به درد ما نمیخوره چون ما تو م... توی مهوار نمیخوام طرف رو بترسونیم که مثلا یه جوری یه تایپوگرافی هستن که مثلا میان با, گر... با اون فونت ها بازی میکنن و حس خیلی جالبی و در واقع یه یه بیانی ها رو برسونن یا یه موضوعی رو بخوان برای اون شخص واضح بکنن مثلا میان از همچین فونت های استفاده میکنن ببینید ببینید فونت خیلی جالبیه ولی خب داخل کار ما استفاده نمیشه ببینید خیلی به نظر من اگر به تایپوگرافی خیلی علاقه من دید حتما پیگیری بکنید و درخواستش به نظر من واسه طراحی لوگو و چیزهای دیگه فوق زیاده و واقعا چیز خیلی جذابیه البته خب داخل ایران هم خیلی اونقدر زیاد اهمیت نمیدم به این ولی خب توی خارج از کشور و کارهای اصلا گرافیکی تایپ و تایپوگرافی خیلی موضوع مهمیه خب این ها رو خودتون دیگه میتونی کامل نگاه بکنید من دیگه حالا توضیح نمیدم خیلی بچه این سایت فا... سایت حالا فرادرس که حالا میتونید سر بزنید اینجا یه سری فونت خیلی جالبی گذاشته که اه... یه سری توضیح داره فونت انواع فونت داده حالا من دیگه دونه دونه اینا رو نمیخوام بخونم براتون چون حوصله سربر میشه و جالب نمیشه مثلا وقت وقتتونم گرفته میشه علیکی کاملی خودتون میتونید اینا رو بیاید و بخونید اینجا بچا یه سری فونت گذاشته در واقع این فونت های طرف داره. و لینک دانلودش هم گذاشته فوق خوبه و حالا من دانلود کردم خودتونم حالا میتونید بیاید اینجا خودتون بزنید و دانلودش بکنید به نظر من خیلی براتون میخورم حالا من یه سری فونت هم اینجا براتون آماده کردم فونت خیلی خوبیه اینا رو براتون داخل کانال میذارم خیلی فونت فوق زیادی داره و من خودم دیگه لازمم نشده خیلی از برای مثلا دانلود بکنم مگر اینکه فونت خیلی خاصی باشه براتون قرار میدم که حتما دانلود بکنید و استفاده بکنید اینجا خب یه سری فونت های خیلی جالبی گذاشته میتونید استفاده کنید مثلا اینجور فونت استفاده نکنید داخل کاراتون اینجور کارا استفاده نکنید مثلا این خیلی جالبه میتونید مثلا اینو بیاید دانلود بکنید و استفاده بکنید از این و اینجا هم خیلی جالب جالبه که پر کاربردترین فونت ها انگلیسی ها گذاشته حالا با عکسش باشه که خیلی جالبه مثلا این لو ل... فکر کنم درست بخونم کال لو ام باشه امیدوارم حالا درست بخونم لو ام که فونت خیلی جالبیه میتونید راحت دانلودش بکنید و استفاده بکنید حالا دانلود کردید ما حالا طریقه استفاده هم بهتون میگم که چه جوری میتونید اعمال بکنید داخل سیستمتون ببین اینا فوق العاده های خیلی جالبیه مثلا اینجور ها استفاده نکنید این ها خیلی خوبه سالما سالما به ترکی میشه یعنی ننداز این هم خیلی جالبه مثلا اینجور ها معمولا برای لوگو استفاده میشه مثلا شما داخل کاراتون داخل پورتفولیو مخصوصا اضافه نکنید مخصوصا توی متنای طولانی اصلا اینجور چیز استفاده نکنید نکنید و فونت های خیلی ساده تر و بهتری هم هستش و اینجا در واقع میتونی اینا همه هستن دیگه اینا را راحت میتونید بیاید و دانلود بکنید اینجا این سری حالا فونت های جالبی است که من اینجا دیدم که سیرکولار هستش و فونت خیلی جذاب و باحالیه که میتونید استفاده بکنید حالا یه سری فونت های جایگزین هم داره که راحت اینجا میتونید از اینا هم استفاده بکنید که در واقع نزدیک به این فونت هن. و به نظرم خیلی جالبه همینه و البته اینجا لینک دانلودش نذاشته شما بزنید مثلا انگلیسی البته سرچ بکنید مثلا بزنید دانلود فونت مثلا سیرکولار براتون کامل میاره این فونت هم خیلی جالبه حالا اینو این سایت خودتون دیگه کامل بیاید و بخونید و به نظر من خیلی مفیده و فوق العاده میتونه تو توی کاراتون تاثیر بذاره بچه ها اگه اگه بخواید از این فونت هایی که براتون گذاشتم استفاده بکنید راحت میتونید حالا اینا رو کپی کنید اینجوری کپی کنید بیاید داخل کنترل پنل کنترل پنل سرچ کنید اینجا قسمت فونت داره روش کلیک میکنید و اینجا راحت میایید و اینجا پیسو میزنید هرچی چی فونت اینجا هستش در واقع براتون میاد و داخل کل نرم افزاری که دارید مثل فتوشاپ و هر نرم افزاری که هستش که بتونید یادداشت بکنید داخل ورد پاورپوینت پاور همه ی اینا آپلود میشه و حالا فارسی انگلیسی میتونید و بیاید و استفاده بکنید مثلا من اینجا فتوشاپ باز بکنم مثلا من اینجا یه متن بنویسم مثلا بنویسم اسم خودم محمد شالی کوچیک شما ببینید اینجا کامل حالا اون فونت که من خدا خیلی دوست دارم روش ستاره زدم که همیشه استفاده بکنم ببینید این فونت خیلی جالبیه بانک گوتیک فونت خیلی خوبیه برای مسابقات بهتون قبلا معرفی کردم بلانک من معمولا استفاده نمی کنم معمولا برای فونت هایی که برای پورتفولیو و جاهای دیگه بخوام استفاده بکنیم و فونت ایمپکت هم خیلی جالبه توی آموزش هم اینا معرفی کردم قبلا و یه سری فونت هایی خیلی جالبی دیگه هم اینجا هستش که اینا رو من براتون گذاشتم و کامل میتونید بیایید و استفاده بکنید اگر هم اینا رو دید نیستش توی فونت ها کافل هم مثلا همینو مثلا فونت باهاوس رو سرچ بکنید باهاوس 93 رو سرچ بکنید مثلا دانلود باهاوس فونت براتون میاره و راحت میتونید دانلود بکنید و استفاده بکنید و خیلی هم جالبه خب حالا بچه ها الان ما این فونت رو داریم داخل فتوشاپ ما رو چند تا روش بهتون بگم که چجوری از این فونت ها حالا میتونیم تغییر شکلشون بدیم به نظر من جذابه حالا توی آموزش بیاد به بچه موقعی که شما فونت می نویسید این قسمت این کنار براتون یه سری چیزها اضافه میشه که میتونید ازش بیاید استفاده بکنید مثلا میتونید بیاید فاصله اینا رو از هم دیگه بیشتر کنید که اینا رو دیگه همتون خودتون کامل دیگه بلدید نا کنید دیگه همه رو بلدید خودتون این پارگراف بندیه و چیز خاص دیگه ای نداره که بخوام بهتون بیام الان بگم چون اینا رو کامل خودتون دیگه ماشاءالله دید این قسمت این بالا این قسمتش خیلی چیز جالبیه شما میتونید بیاید به این شیپ بدید به این صورت و خیلی جالبه به نظر من و میتونید کامل بیاید این رو تنظیم بکنید داخل کاراتون ببینید و به نظر من خیلی جذابه اگر بتونید با اینا کار بکنید ولی خب سعی کنید سادگی رو توی کاراتون داشته باشید یه دفعه نه مثلا اسمتونو اینجوری مثلا اینجوری بذارید وسط شیطا. واقعا چیز زایه که به نظر من و اصلا چیز جالبی نیست یه دفعه مثلا یه نفر میاد اینجوری میذاره اینم میاد اینجوری میکنه اینجوری خب واقعا جالب نیست اصلا اون یه جور اصلا خزه خود راحت کنم خودمو کارا واقعا خزی اگه بیاید همچین کاری انجام بدید و به نظر من جالبم نیستش مثلا بچه اگر بخواید مثلا یه خودتون بخواید یه منحنی توی کارتون اضافه بکنید مثلا با این پستول پستول بود دیگه ایشالا اسمش پنتول میتونی بیاید خیلی راحت مثلا اینجوری مثلا خب مثلا داخل کارتون میخواید داشته باش اینو مثلا اینوری بذارم اینو به این صورت اینم اینجوری اینجوری مثلا آقا میخواید نوشته رو دور این اینجوری بچرخونید کافی اینو رو بزنید روش همین سلکت باشی بیاید تکس رو انتخاب بکنید برید روش تا این برید, برید روش میبینید یا حالت منحنی روش میاد ناگهان میام اینور هیچی نیست ناگهان همین میرم روش نگاه کنید اسم منحنی میاره همین کلیک کنید رو همین فونتتون روم میشینه کافی کنترل رو بگیرید این چشمش اینجوری بگیرید بچرخونید دور این اینجوری به این صورت حالا بیام تا اینجا حالا کافی دیگه بنویسید نگاه دیگه هر چیزی بنویسید براتون کامل مشخص میشه مثلا میتونم مثلا نکنید اسم کامل اومد برای من در واقع اینجا مشخص شد حالا میتونیم در واقع سایزش مشخص بکنیم و خیلی از کارهای دیگر رو میشه در واقع اینجا اومد و مشخص کرد براش یا دیگه چیز خاص دیگه ای نداره یا مثلا من اینو پاکش بکنم خیلی ساده دارم میگم مثلا چیز خیلی شاخی نیستش در واقع کارتون با همین هم را میفته لازم نیست خیلی بیاید کارت عجیب غریب انجام بده ببین بچه‌ها حالا مثلا اینو ما داریم اینجا محمد شالی وقتی که نوشتم میخوام امش مثلا بزرگتر باشه حالا میتونیم اینو مثلا بگیریم اینجوری بگیریم دونه دونه مثلا بزرگش بزرگش بکنیم خب ولی حالا راحت میتونم بیام اینو بگیرم اینجوری اینو تبدیل حالا به راست رایز تایپش بکنم بیام اینو بردارم مثلا اینجا اینو بگیرم بزنم کات بشه حالا میتونم این محمد اینجوری بگیرم امشو کنتر تی بزنم بزرگش کنم حالا هر بلای دیگه سرش بیارم ببرم داخل پرسپکتیو اینجوری کنم مثلا اینجوری بشه مثلا امش به این شکل بشه مثلا داخل کار لوگو اینجور چیزها خیلی میان استفاده میکنم و میتونید توی کارشون در واقع تاثیر هم داشته باشه مثلا خیلی میتونیم می همین فونتمونی بگیم بگیریم قسمت fx و میتونیم راحت بهش سایه اضافه بکنیم ما کنید خیلی راحت اینجا سایه میتونیم بهش اضافه بکنیم مثل همون کارهایی که قبلا انجام دادیم هیچ کار خاص دیگه ای نداره بگو اینجا میتونیم حالا شکلش عوض بکنیم کار دیگه ای انجام بدیم روش حتی اینو حذفش بکنیم اینو زیادش بکنیم ببینید در واقع این کارا دیگه همشون سلیقه‌ایه و به شما بستگی داره مثلا بچا خیلی راحت میتونیم بیایم داخل همین تایپوگرافی خودمون مثلا بیایم این پنتول برداریم میشه پر بکنم مثلا یه همچین حالتی مثلا اینجا بکشیم میاد مثلا اینجا میاد اینجا مثلا اینا مثلا بره اینجا این مثلا بزن رو نان و حالا همین باشه تایپ ها میتونم بردن ناکا یه وقتی دا... که وسطش وایسید و این کامل بسته باشه به ما اجازه میده که این وسط بیایم در واقع کارمون رو انجام بدیم مثلا اگه اسممون رو بیایم بنویسیم یا هر چیز دیگر رو کامل با اون وقف پیدا میکنه مثلا اگه یه متن طولانی تونا... هم طولانی نانی... <تصفح> طولانی هم اگه بخوایم بیاریم بذار یه متن طولانی اه... هم براتون بیارم مثلا اگه یه متن طولانی هم داشته باشیم اینجوری کنترل آ بزنم که اینو بگیر نکنید حالا اینو از هم دیگه کم کنم مثلا همچین چیزی میتونیم داخل کارمون استفاده بکنیم و میتونه تاثیر داشته باشه توی کارمون و به نظر من چیز جالبیه و اینکه بچه در آخر سعی بکنید که خیلی خودتون رو درگیر این نکنید که مثلا بیاید تایپوگرافی خیلی خفنی انجام بدید و در واقع توی پورتفولیوتون بیاید بذارید سعی کنید خیلی کارهای خیلی 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 ساده خانا و زیبا خلق بکنید یعنی اینکه جوری نباشه که طرف گیج بکنه شما لازم نیست مثلا بیاید مثلا همچین چیزی فعلا داخل کارتون داشته باشید چون مثلا الان چیز خاصی نداره فقط حالا چندتا میرور کرده یا برده داخل پرسپکتیو یا حالت ایزومتریک شده یا مثلا درجهش رو تغییر داده اینا رو همه رو من داخل آموزش گفتم ولی برای کارتون برای پورتفولیو برای دیاگراماتون اصلا لازم نیست همین چیزهایی داشته باشید مگر اینکه یعنی بخواید یه پوستری طراحی بکنید یا هر چیز دیگه ای که ما داخل پکیج فتوشاپ همه اینا رو گفتیم بحث حالا تایپوگرافی اینا رو من اینجا فقط در حد اشاره بهش گفتم که یه اشاره کرده باشم که و فونت بهتون معرفی کرده باشم که این فونت رو بهتون استفاده بکنید توی قسمت شیت هم اگر اه اونجا اه یادم باشه حتما فونت هایی رو استفاده میکنم داخل کار که در واقع بتونیم توی کارامون بیشتر استفاده بکنیم که در واقع شما بیشتر آشنا بشید و همین فقط نمونه نگاه بکنید به نظر من و نمونه های مختلف نگاه بکنید فونت های مختلف ببینید فقط ببینید چی کار کردن و داخل کاراشون چه اتفاقی افتاده مثلا فونت استفاده کردن و اگر نه پورتفولیایی که نگاه بکنید من حالا تو جلسه پورتفولیو چند تا پورتفولیو خیلی خفن رو میارم براتون واسه دانشگاه هاروارد که بچه ها این بچه ها یه جو بچه ها, بچه ها... بچه ها من هم. یعنی اون دوستانی که تو هاروارد بودن ترایی کردن حالا برای پذیرش برای اپلایشون و فوق العاده قوی و عالی هن اونا رو حتما بهتون نشون میدم ببینید اصلا فونت های اونا چجوریه شکلشون چجوریه و چجوری اومدن در واقع از فونت استفاده کردن و در کل بحث فونت و تایپوگرافی همین بود یعنی چیز خاص دیگه ای نیست بقیهش دیگه دست شماست و استفاده شما از اون کار و از اون فونته خب بچه مرسی که تا آخر آموزش شما بودید و آموزش رو نگاه کردید حتما حتما تمرین بکنید و همین لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره مرسی از همتون فعلا خدا نگهدار